توی اینجا من قصد دارم ده تا روش رو که جبران اشتباهی که حالا مرتکب میشید رو برای شما راحت تر میکنه و و حتما هم باید اون انجام بدید بهش اشاره داشته باشم ببینید ممکنه گاهی اوقات تو کار به مشکلی بر بخوریم و یه اشتباه بزرگ و مهمی رو انجام بدیم اما حتی یه اشتباه بزرگ هم میتونه تصحیح بشه با آسیب شناسی درست میشه شرایط رو تغییر داد توی این کلیپی که در خدمت شما هستم لیستی از انواع روش ها رو برای شما تهیه کردم تا در هنگام انجام کار اشتباه استفاده کنید و از اون شرایط به نحوی میشه گفت فرار کنید اولش این هستش که در صورت امکان برنامه ای رو برای حل مشکل ایجاد کنید ببینید خیلی راحت از کنار مشکلات نباید رد بشید درسته که ممکنه افراد دیگه تو حل مشکل شما مشارکت داشته باشن با این حال اگر مشکلی ایجاد کردید مسئولیت برنامه ریزی برای حل اون رو حتما باید به عهده بگیرید این برنامه نیاز به اقدام عملی داره افرادی که شامل اون میشن و زمانی که اون اقدامات طول میکشن خیلی مهم هستند افرادی که درگیر اون هستن حالا احتمالا رئیس شما هم هست همکاران و هر مشتری شاید داخلی یا خارجی که هست بر اثر اشتباه درگیر میشن و شما باید حتما برای اونها برنامه ای رو داشته باشید نکته دوم این هستش که با رئیس خودتون همیشه صادق باشید ببینید تلاش برای پنهون کردن اشتباهات به ندرت کار میکنه وقتی که رئیس شما توضیح شخص دیگه از موضوع یعنی یه جورایی از طریق یه شخص دیگه از این موضوع مطلع میشه شرایط برای شما خیلی خیلی پدتر میشه توی این نوع وضعیت مهم هستش که شما اطلاع رسانی کنید هرچند هم که خب حالا میدونم که سخت است اما شما باید با قدرت عمل و ابتکار عمل وارد بشید یه نفس عمیق بکشید و برید گروکراس با رئیس خودتون در این مورد صحبت کنید نکته سوم که تکنیک سومم هم هست اجازه بدید که رئیستون در مورد برنامه شما بدونه و راه که شما پیشنهاد کردید رو حتما در جریانش قرار بگیره توی این وضعیت در واقع در هر زمان دیگه هرگز برای یک مشکل کوچیک به رئیس خودتون نباید مراجعه کنید بلکه راه حل هم باید ارائه بدید توی این, برنامه، توی این مورد با اون برنامه ای که طراحی کردید پیش رئیستون برید تا حداقل متوجه بشه که شرایط که حالا به وجود اومده تحت کنترل شماست و شما میتونید اون قضیه رو حلش کنید نکته چهارم این هستش که به گروه های آسیب دیده شرایط رو بگید اون به کسایی که خسارت داره میخوره جبرانش میخواید کنید باید در جریان باشن اجازه بدید کسایی که با شما اشتباه با شما اون اشتباه رو به حساب روبرو شدن و درگیر اون اشتباه شدن رو اون افراد ببینن این شما رو و بدونن که شما این کار رو انجام دادید و با خبر بشن که چه اتفاقی افتاده اما فقط جزیات فنی رو به اشتراک بذارید و در عوض برای اینکه ببین به جای اینکه بگین که, که وضعیت چطوری تاثیر میذاره بیاید توضیح بدید که اتفاقی افتاده چه محدودیت هایی وجود داره چه کارهایی رو نمیشه انجام داد و چه مدت انتظار میره که این محدودیت ها و عدم عملکرد های اونها به پایان برسه مهمتر از همه این هستش که هر کاری رو که میتونید انجام بدید باید بتونید ارائه بدید از پیشنهادات دیگران هم استفاده کن اگه این اشتباه, شما، اشتباه که شما مرتکب شده شامل مثلا قطع شدن سیستم باشه شاید برخی از تکنسین ها بتونن کمکتون کنن اگه شما مجبور هستید و میتونید این کار رو انجام بدید شاید ممکن باشه از نظر کسایی که مثلا بازنشسته شدن یا سوشه شرکت دیگه هستن از کوهن سالان بال پیش بتونید استفاده کنید نکته پنجم این هستش که توی این اشتباهی که شما مرتکب شدید هیچ وقت دیگران رو سرزنش نکنید شما دیگه تو مدرسه نیستی سعی کنید که دیگران رو سرزنش کنید نباید این کار انجام بدید این کار, این شما غیر ای هست و شما رو یه آدم بچه یه آدم چی بهش میگن یه آدم به درد نخور نشون میده و دید دیگران نسبت به شما عوض میشه برعکس و به طرز حالا عجیب و غریب بگم بهتره مسئولیت پذیری و پذیرش اشتباه شما میتونه برای شما احترام به همراه داشته باشه این خیلی مهم هست نکته شیشم این هستش که یادگیری از گذشته میتونه به جلوگیری از اشتباهات تکراری خیلی کمک کنه با این حال یادگیری از گذشته رو با موندن تو گذشته هیچ اشتباه نگیرید این امر مستلزم خودکفایی بیپایان و یه بی جوری بگم خودخواهانه هست که هیچ کدام از اینها به حل وضعیتی که الان به وجود آوردید کمک نمیکنه. هفتم این هستش که یک لیستی از درس که توی این اشتباه شما گرفتید و یاد گرفتید که حالا باید چه کار کنید رو هم تهیه کنید ببینید کسایی که گذشته رو به یاد ندارن محکوم به تکرار اون هستن این یه جمله است شاید این, یا جمله های مشابه این روش خیلی شنیده باشید نکته اونها روشن هست ببینید ما باید اشتباهی که انجام دادیم رو درک کنیم تا بتونیم در آینده از اون جلوگیری کنیم مستندسازی اشتباه و اقداماتی که برای حل اون انجام شده رو توی این زمینه همیشه باید مد نظر قرار بدیم هشتم این هستش که از کسایی که آسیب دیدن عذر خواهی کنید اشتباهات اغلب حالا به دیگران توی زمانشون بهرهوریشون حالا خیلی از حساب کارهایی که انجام دادن آسیب رسونده در نتیجه حتی اگر شما مشکل رو حل کنید افرادی که تحت تاثیر اون قرار گرفتن ممکنه هنوز هم ناراحت باشن عذر خواهی کردن برای بار دوم شرایط رو خیلی خیلی بدتر میکنه با این کار شما نشون میدید که شرایط افراد رو کاملا دارید درک میکنید نهمین مورد این هستش که تعیین کنید که اشتباه کجا رخ داده و داره کجا اتفاق میفته باید سایر بخش های کسب و کارتون شرکتتون ادارتون یا اون جایی که دارید کار میکنید در نظر بگیرید و بدونید که این تو چه موقعیت حالا بقول من جغرافیایی کاری شما اتفاق افتاده تا چه اندازه اونها شرایط مشابه رویه ها یا افرادی رو دارن که میتونن همین مشکل رو تجربه کنن شما ممکنه بخواید با این حساب م... یعنی با این کارتون که اشتباهی که شما مرتکب شدید دیگران رو هم متوجه کنید که ممکنه برای شما این اتفاق بیفته و اونها رو از بروز اشتباهات مشابه باخبر کنید دهمین ده نکته نکته این هستش که معمولا افراد به جنبه منفی مشکلات متمرکز میشن شما به نقاط مثبت اشتباهات نگاه کنید این روش عادی است با این حال این سوال مطرحه که آیا شما میتونید یه چیز خوب هر چند کوچیک رو از دل این مشکلاتی که به وجود آوردید رو پیدا کنید ببینید یکی از مفاهیم کلیدی این هستش که وضعیت رو اصلاح کنیم یعنی تغییر توی نگاه یک فرد به مشکلات داشته باشیم من حالا این موارد رو که خدمت شما عرض کردم به صورت مختصر امیدوارم که مورد استفاده شما توی محل کارتون توی حالا دوستان اطرافیان و خونه حتی بتونید استفاده کنید. متشکرم.